اولین روز فروردین برابر با 21 مارس، عید نوروز و آغاز سال هجری شمسی. عید نوروز ریشه در سنت‌های اقوام ایرانی دارد که به گذشته بسیار دور منتهی می‌گردد و مبدأ روز شمار و مهمترین جشن مردمان این سرزمین نیز به شمار می‌آید. روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی. از آنجایی که مسئله تبعیض نژادی در بسیاری از کشورها که دارای نژادهای مختلف می باشند همچنان اعمال می شود، سازمان ملل این روز را در تقویم‌های جهان به عنوان روز مبارزه با تبعیض نژادی نامگذاری کرده است. روز جهانی زمین. روز زمین روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کره زمین است. این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیم کره شمالی و در طول فصل پاییز در نیم کره جنوبی برگزار می شود. سازمان ملل متحد نیز هر سال در اعتدال بهاری این روز را جشن می گیرد و تمام هفته را به فعالیت‌های زیست محیطی اختصاص می‌دهند. روز ملی نامیبیا. کشور نامیبیا در جنوب غربی آفریقا و در سواحل اقیانوس اطلس با جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر، اغلب سیاه‌پوستان پیرو ادیان بومی با زبان رسمی انگلیسی که پایتختش شهر ویندهوگ و واحد پولش دلار نامیبیا می باشد. نظام سیاسی این کشور جمهوری است. سال 1063 خورشیدی برابر با 1685 میلادی، زادروز یوهان سباستیان جان باخ، موسیقیدان و آهنگساز نامی آلمان. سال 1146 خورشیدی برابر با 1768 میلادی، زادروز ژان باپتیست بارون جوزف فوریه، ریاضیدان معروف فرانسوی. سال 1179 خورشیدی برابر با 1801 میلادی، میان نیروهای نظامی فرانسه و انگلستان در باریکه ساحلی ابوغیر مصر واقع در نزدیکی اسکندریه جنگ در گرفت که در این جنگ انگلیسی‌ها پیروز شدند و اسکندریه بار دیگر به دست آنان افتاد. سال 1182 خورشیدی برابر با 1804 میلادی، قانون مدنی فرانسه معروف به کد ناپلئون به اجرا درآمد. سال 1283 خورشیدی برابر با 1905 میلادی، قرارداد امنیت و استقلال ما بین افغانستان و انگلیس به امضا رسید که به موجب آن انگلستان تعهد کرد که سالانه مبلغ 160 هزار لیره به افغانستان بپردازد و در قبال آن سیاست خارجی این کشور را به مدت 40 سال تحت نظر داشته باشد. سال 1290 خورشیدی برابر با 1912 میلادی، سپهدار رئیس الوزراء حیدر عموعقلی و یار محمد خان دو تن از مجاهدین تندرو را توقیف کرد. سال 1317 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، دولت آدولف هیتلر بندر دانزیگ یا گدانسک را مطالبه کرد.